بسم الله الرحمن الرحيم. خدمتي شما برادرای کی؟ نام خودم بگیم اینجا جانالی قربانی، آجی جانالی قربانی از مسکنی ولسوالی جاوری قری ممدد پشت بازار ولسوالی جاوری سکونت دارم. سند و عمر ما در 72 ساله رسیده او شغلی در ایام جوانی ما تقریبا ما 30 سال در 31 ولایت افغانستان در هر ولایت در بین هم هر قوم پشتون ناست تاجی گزبا گزاره ها قریه به قریه ولسوالی به ولسوالی توسط موتورهای سابقه ما کشت گذار بودن که همه از دراجات جای برادرای گزبک خود تاجیکا را پشتونا را کاملا ما دیدیم ده. از فرهنگش آشنایی داریم، از رسوماتش آشنایی داریم و فعلا که ساکن جاگری بودیم بودیم دیگه ده. در خدمت شما راجع به پاتوق شما معلومات میکنین. ما گرچه یک نامی را قبلا شما پوشاندیم در قسمت پاتو گفتم که نام مقدس به نام اسمش به نام فاطمه زهرا بوده. فعلا این معمولا در منطقه از آراجات ابی کل یک لغت را نیست یاد من نیست دیگه به حساب پسنداز نام نمیبره. باز از نقطه دیگر ای تقریبا پشت شانه معنا داره. اگر پاتو رو ما از لومان فکر کنیم، از انگوری فکر کنیم، از سنگ ماشا فکر کنیم یا قسمت خرکوش تقریبا پشت کوه ها قرار گرفته که مثل پیش روی یا پشت سر ای یک معنای تاریخی نیه. تقریبا به می دلالت مونه که ای اسم که سر پاتو مانده هم صحت داره. یعنی دو روایت گویا دو روایت ها تقریبا برادر اگر شنیده باشتن 400 سال پیش احمد شاه بابا اولین شاه در افغانستان که خوشبختانه توسطی که نوروزون جلسه شد به نام لوی جرگه یا موافقه نکد که کی بعد از نادر افشار در افغانستان که شاه شده. اختلاف نوروز بودن در برج جوزا بودن تقریبا خوشی گندم نو پاک شده بود یا با این خود موافقه نکدن یکی آجی به نام آجی اصلی اسمش از یاد میرفت از چندول کابل پیرو مذهب جعفری امی کل افغانستان اختیار بمیدد که تو برادر یک نفر شیعه هم هستی از کابل هم هستی قزلباش هم هستی اختیار کل افغانستان به دیست سمزی داد که تو حبدمی مجلس هر کرک تعیین منی اختیار برید. یز مجلس خارج شد در بیرون رفت مدت یک ساعت دو دن خوشی گندم و گرفتن آوردن در مجلس. احمد شاه بابا یک جوان بود ایر بالا که توی ساعت شد امی دو خوشی گندم را در لنگی احمد شاه بابا امی آجی کابلی چندولی میرمون مردم تبریکی گفت و نومی شای افغانستان که تعداد گذاری شای افغانستان احمد شاه بابا در قندهار گرفتن. بعد از او این قسمت هایی که ما صحبت میفیدن موشمو سکونت داریم زمان آزاره ها بدیات میشد پشتون ها به زی داده مردمی آزره بودن دازه مردمی پشتون بودن تقریبا 50% اراضی افغانستان به داده تقسیم بوده. در این منطقه هایی که موشمو سکونت منی این قسمت که حالی فعلا مود مرد زابل قرار گرفته این بنامی ده چپان بوده. این قسمتی که تا شیخلی بامیان کتل شبر این مربوط ده برکشه بوده کل سالی قرباغ مه سریاغ مه ناور مه جاغوری مه بالستان در جمع ده فولاد بوده که قلعه قاضی مرکز از بوده. فعلا قلعه قاضی را امی سنگر فعلا کل سوالی قرار داره این می بنامی قلعه قاضی با شمول مردم مالستان یا جمعی دی فولاد بوده. باز بین که دی قسمت که حاکم بوده بنامی تاجه خان بوده. تاجه خان بین جاغوری نزاکت زیاد خراب شده بود اگر شنده باز بازی مویسفیدا که در اون سیم اید رفتن به حساب اید او کار کرد یک جزا یارده این جزا را تحمل نکد. تاجه خان نگید دولت خان پیش از تاجه خان دولت خان بود. بعد از یه رفتن در چلبخته اوقو به نام شخصی به نام صافی خان خان تعیین کرد. صافی بیوره بیو بوده به نام صافی خان ایر تعیین کرد. یک تعیین کردن به خاطری که احمد شاه بابا از این نقطه اطلاع پیدا کنه این بچه خر شامرات خان بده 12 سوار تا لاس خاندان از این جاوری شمول بوده. 3 نفر از یزدری بوده، 3 نفر از گری بوده، 3 نفر از باغچلی بوده. در ظرف 4 شبانه روز یاد اسوار پیش احمد شاه بابا و این راپور هم دادن که مو اینمی یک چیز جور کده و دولت خانه مخالفی که تو اطلاع داشته باشه که دوباره بین زمو جنگ و جدل نشنه این راپور هم بید میده و زمنان تبریکیم برای احمد شاه بابا بید دیا یا رفتن در روز جشن در قندهار یا به لباس نظامی آزرگی که چیره لباس آزرگی به زمان اسب بود، نیزه بود، شمشیر بود، سپر بود، تفنچه دودی بوده. به می حالت رفتم پیش احمد شاه بابا. احمد شاه بابا باز یار خوش دن از چهره شناختن که از مردمی از آزاراجات هم ده
ای پیامی صافی خان برش بردن ایر قبول کردن وسط حیات تاین گردن که پیش دولت خان بره که دوین خود درگیری نکنه. باز اینج شامرات خان سه کاری بسیار شهانه کردن. دستوانی اولین نیزه را به چیز را شامرات بچه صافی خانه. بعد از دارزنی دارزنی که کفته را در سر چیز آوزان نه ای باید سر میدان به شمشیر حملک نه و کفته را یک شمشیر بزنه. ایرم شامرات خان کرد و دویم دیگر نشانزنی تفنگچه دودی که به سری که اسب سوار میشه باید اون دو نقطه دارو رو تیار کو بارود تیار کو مرمی رو تیار کو اسب هم بوده و این کارم کو باز بیا تخم را در میدان دی شامرات خان ایرم زد. وزیر احمد شاه بابا در استیج خود خواست ایرا اصلا نام از پیوان علی بوده بازی با نام شامرات خان لقب احمد شاه بابا یک دسر از این ماند او سردار هزاره تعیین کرد. سردار هزاره تعیین کردن بالاخره یا پس آمدن در قسمت دولت خانم یا کدام حیات ریگدن که مناقشه بین صافی خان و دولت خان باید نباشد. این مرحله چیزه باز ولسواری جاوری تقریبا در پنج ولایت دو زمان راجستر شده. ولایت اولی مو در دوران احمد شاه قندار بوده در زمان تیمورشاه که ولسوالی خاص ورزگان بنای حکمران شد دوباره لیست جاغوری در ورزگان خاص هم ده. از زمانی که ورزگان خاص در ترینکوت رفت دوباره ولسوالی جاغوری مربوط میدانشار شده دو سال سه سال و بعد از او دم از میدانشار انتقال کرده در ولایت کابل که مو پنج شش سال مربوط ولایت کابل بوده در سنه 24 مو مربوط ولایت غزنی شده که این نقطه که مالکمون تانوزم باقیه یکی از مارو 324 در او دوره ولسوالی جاغری صحیح خیلی کلان بوده شمالش دای فولاد که راده مالستان و اجرستان بوده جنوبش اینی زرکشان که قسمت زوال فیلن سر ولسوالی مقور رفته شرقش کوی گلکو و سریاو غزنی بوده غربش اینمی مسئله کالی خاک افغان بگین خاکران بگین بین دولت خان و صافی خان این برس قرار گرفته. در این مدتی که یک سال یا تقریبا 150 سال از دوره که تیر میشد تغییرات از جاش رو میشه از دوران امیر دوست محمد خان که فعلا ممکن 170 سال پیش این سه دوره احمد شاه بابا تیمور شاه بابا شازمان این دوره تیر بوده و امتیازی که سری ازاره ها منده این شامرات خان گفته که بیا کلمه دیره اوسکو ما اوسنم امی زیر در بله شما ملیم چون پشتون ها در زیه شما هم در زیه شن این نام نه این نقطه را به نام غیرت سیستان این کلمه نام احمد شاه بابا که سر از این مردم بله شما باید به غیرت سیستان منطقه شیم غیرت زوی نام شیم باشد که نمی غیرت زوی تا کوتل شبر بوده او غیرت سیستان هم تا مور قسمته آل ما که در نقطه که در مرور زمان به نام غرجستان شنیدیم غرجستان چون این کلمه فارسی سر از تغییر خورده که چه مسائل بوده جبر بوده یا مصلحت بوده به نام غرجستان غرجستان فعلا محدود کده در زیر بازار قلات تا شهر صفاره اصلا کلمه احمد شاه بابا از بند دالی قندار شروع تا شبر به نام غیرتستان و مردمش غیرت زوی این نام بوده که فعلا مو پاتو که نام پاتو رو شما از ما پرسان گدین در این قسمت مرسیم هم یک نقطه دیگه سوی وقتی که جاغوری مربوط میدان شهر و کابل بوده او وقت ولایت غزنی بوده یا بوده ولایت غزنی مربوط با نام حاکم علا بوده با نام حاکم علا بوده اینا لما در قسمت پاتو بازم او زمان یک بین علاقداری و ولسوالی ارتقای ولسوالی چی حکم داره باید نو خرواری غم را باید یک ولسوالی پرک نه نو خرواری غم علی اکثر زمین ها به حساب غم بود سابق که چی قدر چیز داره زمین داره پول ندی غمی گندم بدی روغن بدی یا گوسفن بدی باید نو خروار را پرک نه که ولسوالی ارتقای ولسوالی از علاقداری ارتقا کنه در چی؟ در ولسوالی برادرای مالستان مربوط علاقداری بودن مربوط به جاغری بودن باز مالستان آمدن برای جاغری گفتن که برادر شما قدمو کمک این مو که قرار سنجیده افت خرار مو پرم میدینی امی دو خرار غم رو بور قرص میدین یا کمک این که امی علاقداری از بود تبدیل به ولسوالیش نه باز مردم جاغری قبول نه دو خرار غم جاغری را از مالستان و مردم جاغری میده مردم مالستان را که علاقداری از ارتقاق نه به ولسوالی کل سوالی علاقداری اون زمان داشتی نیده بوده که مرکز میرادی نه
امی کلسوالی شد در مرکز میراد نمد این دو خروار که رفت سری مالستان مالستان کلسوالی شد اینج کم بود که غم جاغوری از قسمت شش پر اگم شروع بودن یزل می تو شروع بودن زنگوری این دو خروار پورا نکد اما در پاتو پاتو قریه دارش که چی منی؟ دیگه چارا نداره به این دو خروار پورا کنی این رو تحمل شد سری قریه پاتو که ما چیز کار کنیم دو نام کنیم تا اینا گم کول بینا بلنا گم گم کول تا اینا سیوک بلنا سیوک به این ترتیب دو خروار جبر دبلی پاتو من که تا امروز را حالی غم نبیدیم منده ها با ما اساس در اساس تقسیم شده تا اینا بلنشته تا اینا بلنشته که دو خروارش تبدیل به چار خروار شده یعنی غم پاتو تقریبا به اساس یکی بردو و نام نامی که تا اینا بلنشت یک دلیل چنی می بوده یعنی خدمت چی مرس کنید؟ تشکر. زنده باشید.